آغاز تابستان داغ اما کرونایی. سایه سنگین بیماری که تصور میشد با آغاز فصل گرما کم رنگ شود، همچنان و با قدرت پابرجاست. سایه‌ای که خود را بر صفحه یک مطبوعات امروز انداخته است. ایران تیتر خود را به تصمیمات جدید درباره مدیریت کرونا اختصاص داده و در عکس یک خود هم از کشتی کرونا با شهروندان بدون ماسک گفته. جمهوری اسلامی در گزارشی به سراغ برخی مکانهای پرازدحام همچون فرودگاه بین المللی امام رفته و ضمن گلایه از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط شهروندان از آگاهی رسانی ضعیف مدیران نیز انتقاد کرده و جامعه جم نیز از ابهامات در بازگشایی مدارس خبر داده است. در حوزه بین الملل اما صحبت‌های جانکری درباره غیرقابل پیش‌بینی بودن انتخابات آتی آمریکا مورد توجه طیفی از رسانه‌ها قرار گرفته است. جوان با تیتر انتخابات آمریکا انقلاب می‌شود، اختلافات میان دو طیف دموکرات و جمهوری‌خواه را پوشش داده. وطن امروز از انقلاب رنگی و جنگ داخلی در آمریکا گفته. ابتکار نیز همین بخش از صحبت‌های هشدارگونه جانکری را برجسته کرده است. در دیگر سو، شهروند به سوژه داغ خشونت علیه زنان در کرمان و اهواز پرداخته است. این روزنامه همچنین در پرونده‌ای به نام روزگار سخت سرگردانی و به مناسبت روز پناهندگی به مصائب مهاجران پرداخته است. اعتماد اما سوژه شهری را به روی صفحه اول خود برده و به طرح جریمه عابران پیاده متخلف پرداخته و شهر هم از ردپای احمدی نژادی ها در پرونده طبری نوشته است. روزنامه ایران ورزشی هم مجموع اتفاقات این روزهای فوتبال را تحت پرونده‌ای به نام یک روز معمولی در فوتبال ایران پوشش داده است. در میان این صفحات پرخبر، خراسان 72 سالگی خود را یادآور شده است.